أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم. أول سورة مباركة النساء بعنوان يا أيها الناس شروع شد که خطاب به همه مردم است. از اون جهت که قرآن جهانی است، بر اساس همون خطاب جهانی همه مردم را مخاطب قرار داد. فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، که این که دستور تقوا را هم به همون سبب صادر فرموده است. در پایان سوره برابر با صدر سوره خطاب به ناس است. آیه اول سوره نساء این بود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. چون سوره به منزله یک فصل است، در پایان فصل برمیگردند به صدر فصل. خطاب به همه مردم است. گرچه در بحث‌های قبلی اهل کتاب مخاطب بودند، ولی در پایان به همه مردم خطاب می‌کند. چون که در چند آیه قبل هم فرمود یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، در همین جریانی که اهل کتاب را ذکر فرمود، مسئله این که همه مردم مخاطبند به ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح فرمود. آیه 170 همین سوره مبارک نساء که چند روز قبل بحث شد، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. مطلب دوم آن است که گاهی محور آیه رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و قرآن را در کنار او ذکر میکند، گاهی محور آیه قرآن است و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار او ذکر میکند، چون این دو حقیقت از هم جدا شدنی نیستند. در آیه 170 محور بحث رسالت بود که یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، که این جاءه یا به معنای آمدن است یا معنی آوردن. اگر معنی آمدن باشد یعنی رسول به حق آمده است، و اگر این بای بالحق برای تعدیه باشد، جاء معنی آوردن است یعنی برای شما حق آورد، مثل اینکه ذهب به به معنای اذهبه است یعنی او را برد، جاء به یعنی او را آورد، یعنی به زیدین یعنی او را بیاورد، جاءکم بالحق یعنی برای شما حق آورد. ولی در آیه محل بحث یعنی آیه 174 فرمود یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، که محور اصلی این آیه قرآن کریم است. بعضیا خواستن بگویند منظور از برهان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است برای پرهیز از تکرار، یعنی جمله اول مربوط به رسالت است و جمله دوم مربوط به قرآن، که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، یعنی پیغمبری که خود برهان الهی است برای شما آمده است، نظیر همون آیه 170 که قد جاءکم الرسول بالحق. اونگاه درباره قرآن فرمود و انزلنا الیکم نورا مبینا، این معنا هم تا حدودی قابل قبول هست، ولی معنای اول اولاست، زیرا برهان گرچه بر شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطلاق می شود، یعنی قابل اطلاق هست، برای اینکه وجود مبارک او خودش معجزه است و برهان خارجی است، ولی معمولا برهان بر همون علوم و معارف یقینی و قطعی اطلاق می شود.
فرمود این کتاب برهان است. برهان یعنی حجت روشن، و چون حجت روشن است هر گونه تیرگی و تاریکی را می زداید و مسلط بر تاریکی خواهد بود. نور از اون جهت که مسلط بر ظلمت است، هر جا آمد ظلمت را برطرف می کند، از اون جهت می گویند برهان است. و دلیل را از اون جهت که بر هر وهم و خیالی سلطه دارد می گویند برهان، چون که سلطان هم می گویند. حجت را سلطان می گویند برای که مسلط بر وهم و خیال خواهد بود. برهان بودن، سلطان بودن دلیل تام برای سلطه و روشنگری است. مطلب سوم آن است که برهان در قرآن کریم هم به معنای علم متقن و دلیل قطعی بکار رفت، هم به معنای معجزه خارجی، که معجزه خارجی هم برهان است، چه این که دلیل قطعی هم برهان است. اما اونجا که درباره دلیل بکار میبرد، مثل این که به مدعیان شرک میفرماید که ما براهین توحید را اقامه کردیم، شما که مدعی شرکید برهان اقامه کنید. آیه 64 سوره نمل این است که امن یبدال خلق ثم یعیده و من یرزقکم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. شما که مشرکید به برای غیر خدا سمت ربوبیت قائلید دلیل اقامه کنید. این برهان یعنی هم اون دلیل متقن عقلی، چون که در پایان سوره مبارک مؤمنون آیه 117 این چنین فرمود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. کسی که غیر از خدا مبدع دیگری را میپذیرد و میپرستد برهانی ندارد و حسابش نزد پروردگار تسویه خواهد شد. که در اینجا برهان به معنای اندیشه قطعی و دلیل محکم، اما در جایی که برهان به معنای حجت خارجی یعنی معجزه اطلاق بشود، نظیر اون چه که در سوره قصص آیه 32 آمده است که ذات اقدس اله به موسی کریم سلام الله علیه می فرماید که ید بیضای تو و عصای تو، این دو حجت و دو برهان الهی هستند. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو وضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک. قبلا او مسئله و ان الق عصاک فلما رآها تحت زو که انها جانن ولا مدرن ولم یعقب یا موسی اقبل ولا تخف انک من الامنین، که در باره عصای موسی است. بعد یعنی در آیه 32 فرمود اون هم ید بیضا، پس عصا و ید بیضا اینها برهانان الهی هستند. فرمود فزانکه یعنی این دو برهانان من ربک، پس برهان بر معجزه خارجی هم اطلاق می شود. بالاخره از اون جهت که هم علم را میگن برهان و هم اون وجود خارجی را میگن برهان، برای که هر دو روشنند و تیرگی و تاریکی را برطرف میکنند و بر خاص مسلط میشوند، خواه وجود خارجی یک شی باشد خواه وجود علمی چیزی، هر دو برهان است، هر دو حجت است. چون که حجت گاهی بر اندیشه متقن اطلاق میشود، گاهی بر وجود خارجی که خود شخص میشود حجت. سلطان هم این چنین است. گرچه روی این بیانی که در سوره قصص و مانند آن آمده است برهان بر وجود خارجی اطلاق می شود و قرآن برهان است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش برهان است، ولی مناسب این است که اون تکرار را انسان تحمل بکند و بگوید آیه در صدد بیان اعتبار قرآن کریم است. قرآن کریم از اون جهت که سلطه دارد بر هر گونه وهم و خیالی برهان است، از اون جهت که روشنگر است و ذاتن هم خودش روشنایی دارد و روشنایی آشکار هم دارد و روشن بیان است. و انزلنا الیکم نورا مبینا. و اگر دو تلازم بین رسالت و وحی باشد، منظور از این برهان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواهد بود و منظور از نور مبین همون قرآن کریم است. یا ایها الناس
قد جاءكم برهان من ربكم و انزلنا علیکم نورا مبینا. گاهی تعبیر قرآن کریم طوری نشون میدهد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اصل است و قرآن به همراه پیغمبر آمده. چنگی در سوره مبارکه طلاق آیه 8 سوره طلاق این است: فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. اول سخن از خدا و پیامبر است، بعد سخن از نوری است که نازل شده است. البته این نور به وسیله پیغمبر نازل شده است. چه این که در بعضی از موارد دارد که به نوری که با او نازل شده است و به همراه او آمده است ایمان بیاورید، و تبع النور الذی انزل معه در غیر سوره طلاق. اون تعبیراتی که دارد و تبع النور الذی انزل معه نشون میدهد که قرآن به همراه پیغمبر نازل شده است، یعنی هر دو پیش خدا بودن و خدا یکی را ارسال کرد و دیگر را انزال، ولی اون که اصل است رسول است و اون که همراهی می کند این اصل را قرآن است. همود و تبع النور الذی انزل معه، متابعت کنید نوری را چه با اون پیغمبر نازل شده است. این تعبیر نشون می دهد که وجود اون بارک پیغمبر اصل است و قرآن به همراه پیغمبر نازل شده است. اون تعبیر و تبع النور الذی انزل معه تعبیر بازی است برای اینکه ثابت کند رسالت مقدم بر مسئله نزول وحی است، چون اون که میگیرد اصیل است و اون چه که می آورد به همراه خود می آورد و او به تبع پیغمبر است. خب گرچه اینها در واقع از یه حقیقت خبر می دهند، ولی بالاخره اون کلام خدا اول و ما صدر نیست. اول و ما صدر همین انسان کامل است. یعنی اول ذات اقدس اله نور مطهر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را آفرید، بعد به او پیامی داد که این پیام را برای هدایت به مردم ابلاغ بفرما. اونگاه رسول می شود اصل و قرآن می شود کلامی که برای هدایت به این رسول ابلاغ شده است. دیگر اول ما خلق قرآن نیست، اول ما خلق نور و نبیناست رو اون حساب. گرچه از یک نظر این دو حقیقت از یک جا خبر میدهند، ولی اگر چنون چه تحلیلی بشود اون انسان کامل است که اول ما خلق است. روایات هم اول ما خلق را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میداند. گاهی قرآن کریم خود پیغمبر را ذکر می داند، چون که آیه 10 و 11 سوره طلاق نشون می دهد که فرمود: فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات. خدا برای شما ذکر نازل کرده است. این ذکر کیست؟ رسولی است که آیات الهی را به شما تلاوت میکند. معلوم میشود رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون طوری که ارسال شد منزلم هست، چون در نزد خدا بود و بعد نازل شد، یعنی از اونجا وحی گرفت، مأموریت یافت، بعد فرود آمد. در حقیقت دیگه واقع ندارد این بیان اوست: ذکرن رسولن یتلو علیکم. خب به هر تقدیر هر دو معنا درست است، هم وجود مبارک پیغمبر برهان باشد و منظور از نور همون قرآن، و یا اینکه منظور از برهان و قرآن هر دو خود قرآن کریم باشد، من به دو اعتبار هر دو درست است. ولی منظور از برهان قرآن باشد با سبک آیه و با پرهیز از تکراری که نسبت به قبل بود سازگارتر است.
خب یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. در کدوم آیه؟ اون تفصیل مزاحم نیست با اینکه در حقیقت اون که می آورد اصل باشد، چون کتاب را پیغمبر می گیرد و می آورد. ذات اقدس اله اول پیغمبر را آفرید بعد به او خطاب کرد. معیت مهم نیست، ملاک ما به المعیت است. معیت که مشعر به عدم ترتب است. اگه گفتیم الف و با مع یک دیگرن یعنی هیچ کدوم تقدم ندارن، ولی اگر گفتیم الف مع باست یعنی با اصل است، یا گفتیم با مع الف است یعنی الف اصل است. ملاک ما به المعیت است. یه وقت است که ما به المعیت یه شیء ثالث است، مثل اینکه دو تا حادثه زمانی در یک زمان اتفاق میفتن، اینا معیت زمانی دارن. یا دو چیزی اتفاقا مثلا در یک مکان قرار دارن، اینا معیت مکانی دارن. یه وقت است که نه، معیت به شیء ثالث نیست، به احد و طرفین وابسته است. اگر الف مؤثر بود و با اثر بود، اینا در خارج معیت دارن و ملاک معیت اون مؤثر است که میگن این اثر با مؤثر است، یعنی ملاک معیت را اون مؤثر تأمین میکند و اثر را به همراه خود دارد. این تعبیر قرآن که بود و تبع نور الذی انزل معه، پیروی کنید از نوری که به همراه پیغمبر نازل شده است، معلوم می شود هر دو در محضر ذات اقدس اله بودن و هر دو از اونجا فرود آمدن، منتها پیامبر که فرود آمد قرآن را هم به همراه خود آورد. و از طرفی روایاتی که می گوید اول ما خلق الله نور و نبینا صلی الله علیه و سلم، تأیید می کند که اولین مخلوق وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد این پیغمبر مخاطب قرار میگیرد به خطاب الهی که اون کلام الهی به نام قرآن و مانند آن بعد از تحقق یک مخاطب است. اونجا سخن از بعد زمانی یا قبل زمانی که نیست. اگر سخن از بعد و قبل زمانی نیست بلکه وجودی و رتبی است، پس رتبتن و وجودن روح مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قبل از کلام خدا خواهد بود. این همون بیان شریفی است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطا در باب قرآن، چون بعد از بحث صلات یه بحث ذکری دارند و دعایی دارند و قرآنی، کتاب و ذکر، مبحث ذکر، مبحث دعا، مبحث قرآن، که از بحث‌های شریف و شیرین اون کتاب است. در اونجا دارد که قرآن از پیغمبر بلکه حتی از اهل بیت علیهم السلام بالاتر نیست. بله؟ بله، ثقل اکبر هست، یعنی قرآن ثقل اکبر است و عثرت طاهرین ثقل اصغرند، برای اینکه در این نشأه اینا باید تابع این وحی باشند و برای حفظ این وحی هم فدا بشوند. اما حقیقت اینها و روح اینها این چنین نیست. اینها حتی مثلا اینها گاهی به کعبه که میرسن حجرالاسود را استلام میکنن و میبوسن. معناش این نیست یعنی کعبه بالاتر از امام است. که خب همون بیان شریفی که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه دارد که ابن زبیر که به سالار شهیدان امام حسین سلام الله علیه بیعت نکرد و بعد از او هم
امام سجاد سلام الله علیه که امام زمان بود بیعت نکرد، چنین کسی اگر مورد خشم قرار بگیرد و به درون کعبه برود و به کعبه متحسن بشود و به بس بنشیند، خدا او را امان نخواهد داد. همین مأموران اموی و مروانی بالای کوه ابی قبیس منجنیق بستند و کعبه را به سنگ بستند و ویران کردند و ابن زبیر را گرفتند و اعدام کردند. ایشون در این حدیث مرحوم صدوق در من لا یحضر فرماد به این که چون ولایت بالاتر از کعبه است، این کعبه خب سنگ و گل است، دوباره می سازند، ولی ولایت چیزی نیست که انسان بتواند عدیل او را در زمین پیدا کند. اگر کسی در برابر ولایت ایستاد و مخالف امام زمانش بود، اگر به کعبه هم پناه ببرد، خدا او را پناه نمی دهد. و اما در جریان ابرهه که طیر ابابیل اعزام شدن و به حیات ابرهه و فیلش خاتمه دادن، این بود که اونا اصلا با اصل کعبه یعنی اصل قبله بودن و متحاف بودن و نام و یاد خدا جنگیدن، که طرف اونها شخص نبود نظیر ابن زبیر. اونا خواستن اصل بساط کعبه را بردارن، امویان نخواستن بساط کعبه را به حسب ظاهر بردارن، خواستن ابن زبیر را دستگیر کنن. به هر تقدیر در ظاهر امام تابع این دستورات است، کعبه را مطاف می داند، حجر الاسود را استلام می کند و می بوسد، اما این چنین نیست که در باطن مقام شامخ ولایت بالاتر از کعبه نباشد. بالاخره قرآن یا اولین اثر خداست که همتای با ارواح اهل بیت علیهم السلام است، یا نه کلامیست که بعد از آفرینش روح مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشأت گرفته است. نه، تعبیر قرآن کریم این است که به پیغمبر ایمان بیاورید و به نوری که به همراه او نازل شده است ایمان بیاورید و تبعیت کنید. معلوم می شود هر دو در محضر ذات اقدس اله بودن، اون که مخاطب اصلی است پیغمبر است و این پیغمبر به همراه خود قرآن را می آورد. لذا خود پیغمبر در بازگشت در کنار حوض کوثر به عنوان اصل می نشیند، قرآن و اعتراض به حضور او می روند. همون حدیث شریف اینی تارکم فیکم مستقلین دلیل خوبی است بر اینکه پیغمبر اصل است. اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اعتراضی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، من پیشا پیش اینها به حوض کوثر می روم و این دو از یکدیگر جدا نخواهن شد تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد بشوم. اون می شود اصل. به هر تقدیر انسان کامل همه این معارف را داراست، هم وجود عینی اینها را داراست هم وجود علمی اینها را. اولین نوری که ذات اقدس اله آفرید نور مطهر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است. بعد با این نور حرف زد. این بعد که بعد زمانی نیست. اگر بعد وجودی است نه بعد زمانی، خب و ما خواستیم بین اون انسان کامل و این کلام ارزیابی کنیم، قهرن اون انسان کامل برتر خواهد بود، یعنی رتبه وجودی او برتر است. و این در بدء پیدایش عالم، در ختم عالمم که مسئله معاد است، میبینیم میفرماید من پیشا پیش اینها به کوثر میروم و منتظرم که قرآن و اطرت به من برسند حتی یردا علی الحوض. و اگر ما بخواهیم عظمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ارزیابی کنیم،
باز در محور همین حدیث شریف ثقلین اگر جستجو کنیم شواهد تازه تری استنباط می شود و این است که مجموع قرآن و اعتراض این ما ترک انسان کامل است. اینی تار کن فی کموز ثقلین، این دو وزنه وزین را من به عنوان ارث گذاشتم، ما ترک من اینها. پس قرآن به تنهایی یا اعتراض به تنهایی ما ترک پیغمبر نیستن، دوتایی با هم تازه ما ترک پیغمبره. این دوتایی با هم، حالا خود اون حضرت چه خواهد بود که امیر سلام الله علیه میگوید انا عبد من عبیده. و اگر معجزات پیغمبر ظهور میکرد اونگاه همون مشکلات تسلیس یا غیر تسلیس که دامنگیر مسیحی میشد دامنگیر مسلمین هم میشد. بخشی از معجزات هست امیر سلام الله علیه ظهور کرد، عده‌ای به اون صورت در آمدن قلوب شدن درباره هست امیر سلام الله علیه. بشری که نتواند خدا را بشناسد اگر معجزات و کرامات فراوانی از یه انسان کامل دید، معاذ الله درباره او شبهه بنوت حق یا ربوبیت و مانند آن میدهد. ولی اونها که میتوانند تحمل کنند البته اسرار الهی را انبیا و اولیا به اونها تفهیم میکنند. به هر تقدیر اینجا اگر منظور از برهان و منظور از نور مبین هر دو قرآن باشد اولاست، گرچه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم برهان است، چه اینکه ذکرم هست یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا، که نور روشن و آشکار است، هیچ ابهامی در او نیست. کلام الهی هم مخلوق خداست، اینا کلمات الهی هم دیگر، اونا کلمات تکوینی هم، اینا کلمات تدوینی هم، هر دو فعل خداست دیگر. کلام عین ذات باشد، یعنی قدرت بر ایجاد کلام دارد. همینطور است مثل علم، صفات ذاتی که این ذات است، ولی تکلم صفت ذات است بر فرض، نه کلام. کلام فعل خداست. متکلم است یعنی کلام آفرین است. کلام که فعل خداست، خدا متکلم است یعنی کلام آفرین است. تازه متکلم بودن را از اوصاف فعل میدونن نه از اوصاف ذات. اوصاف ذات الهی مثل حیات، علم، قدرت، سمع، بصر و مانند آن، اما متکلم بودن را معمولا صفت فعل میدونن. متکلم است یعنی کلام آفرین است و کلام آفریده خداست، چه این که انسان کامل هم آفریده خداست. چون قرآن برهان است و نور مبین است باید به او ایمان آورد. در آیه 170 همین سوره مبارکه ابن ساحی قبلا گذشت، از رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن به میان آمد که فرمود یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بعد فرمود فآمنوا خیرا لکم، و تهدید هم کرد فرمود ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض وکان الله علیما حکیما. در این آیه محل بحثم فرمود یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، بعد فرمود فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم، که دعوت کرد به ایمان و وعده داد مؤمنین را به رحمت و فضل و هدایت، که فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. البته رحمت و فضل اینها لفظاً جدا هستند، مفهوماً هم جدا هستند، ولی در بعضی از موارد مصداقاً هم عین همان. در اون آیه که دیروز بحث شد که فرمود بعد از لن یستن که فالمسیح ان یکون عبداً لله، فرمود مردم دو هستند، فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات
فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. اینجا هم معادل اون میفرماید فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل. یعنی گذشته از اینکه پاداش اونها به اونها داد خواهد شد، اون تفضل های زائد هم به اینها مرحمت میشود. و یهدیهم الیه صراط المستقیم. اینا اختصاصی به آخرت ندارد، در دنیا هم که این افرادی در حیات طیب به سر میبرند، از شرح صد برخوردار میشوند، از معارف حق برخوردار میشوند، از اخلاق حسنه برخوردار میشوند، که نه در حقیقت حسنات دنیاست. دنیا بدون اینا که حسنه ای ندارد. این که میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنه، حسنات دنیا همه این معارف است که انسان فرا میگیرد، اخلاق خوبی است که فرا میگیرد. و در آخرت هم بهشت است و رضوان است و امثال ذلک، چون که در دنیا هم هدایت صراط مستقیم به عنوان فیض تازه نصیب این گروه خواهد شد. این هدایت هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی را خدا به عنوان هدن للناس بیان کرده است، همه را خدا هدایت کرده است بر اساس هدایت تشریعی. اما اون گرایش خاصی که در دلهای بعضی ایجاد بکند به طرف صراط مستقیم، اون عمومی نیست. اگر کسی به عقل خود اعتماد کرد و به نقل معتبر اعتماد کرد، به خدا ایمان آورد و به این عروه ناگسستنی اعتصام زد، چنگ زد و نلغزید، خداوند او را از یک گرایش های خاصی برخوردار بکند، یعنی قلب او را به یک سمتی مائل میکند که این به آسانی به طرف خیر میرود. نمیشود او را به آسانی فریب داد. این گرایش و کشش و علاقه به نام هدایت خاصه الهی است که خدا نصیب هر کس نمی کند. اگر کسی از در حسن فاعلی مؤمن بود و از در حسن فعلی اعتصام کرد به خدا و دینش، خدا او را در رحمت خود داخل می کند. یه وقت است که میگیم خدا به او رحمت میدهد، یه وقت است نه، او را در دار رحمت داخل می کند، مثل که در دار السلام داخل کرد. چنین انسانی محفوف بر رحمت است. فقط فسیود خلهم فی رحمت. این سین هم سین تحقیق است، نه سین تصویف که بعدها این کار را میکند، نه، بلکه محققا این کار را میکند. فسیود خلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیم. چنین کسی در دار رحمت محفوف است و نمیشود او را از دار رحمت بیرون آورد، چون اگر او را در دار رحمت قرار داد، کلید این دار الرحمه به دست خود اوست. ایمان مسئله اعتقاد است، البته اعتصام هست، ولی اعتصام در مقام حسن فعلی است، ایمان در مقام حسن فاعلی است. اول شخص باید معتقد باشد که اون البته به نحوی اعتصام است، ولی وقتی این مؤمن شد در مقام ذات، در مقام فعل هم باید حسن فعلی داشته باشد، اعتصام در مقام فعل داشته باشد که نلغزد، خلاصه چه در اخلاق و چه در اعمال. اونگاه نوبت میرسد به اون حکم فقهی که مربوط به کلاله است. الحمدلله رب العالمین.